نظام سیاسی چیست؟ چند گونه نظام سیاسی رایج در جهان وجود دارند؟ جمهوریت چیست؟ مؤلفه هایش چیستند؟ جمهوریت افغانی چگونه جمهوریت است؟ آیا پاسخگوی نیازهای کشور و مردم بوده است؟ ساختار سیاسی چیست؟ اهمیت ساختار در نظامهای سیاسی چیست و اینکه پیوند اسلام با نظام های سیاسی چگونه است به نام خدا و شب شما بخیر به ویژه برنامه تولونیوز درباره نظام سیاسی در افغانستان خوش آمدید این ویژه برنامه در شبهای بعدی نیز با انوان های گوناگون و سوژه های مختلف دیگر ادامه خواهد داشت مهمانانم در برنامه امشب اما آقای زیا رفعت استاد دانشگاه آقای نظری پریانی روزنامه نگار و آقای عبدالقیوم سجادی عضو مجلس نمایندگان افغانستان اینجا در استیدیو با ما هستند و آقای دکتر نظیف شهرانی استاد دانشگاه روی خط اسکایپ از آمریکا در برنامه وصل است خیلی خوش آمدید مهمانان به برنامه آقای رفعت با شما آغاز بکنیم نظام چیست؟ البته از ره سیاسیش نظام از ره سیاسی در واقع چارچوب تعریف شده خاصی هست که در چوکات آن ساز و کار وجود داره در چوکات آن پالیسی وجود داره و در چارچوکات آن رابرت های معین وجود داره و سلسله مرتبه های معین و نظامن وجود در واقع این یک تعریفی است که هر گونه <applause> رژیم سیاسی در آن میتانه بگنجه پس یک سرپوش یا یک چتر است در یک کشور که زیر مجموعه های زیاد داره رفعت چند گونه نظام سیاسی در جهان امروز در گردش است ما ها امدتر حالا جمهوری داریم که باز گناه داره که اگر لازم شد درست میپردازیم و شاهی مشروطه داره و چند مورد و نادر هم شاهی مطلقه داره در جهان در جهان ولی عمدتا این نظام های جمهوری هم وقتی نگاه میکنین متمایل به جمهوری دموکراتیک هست یعنی یک روند رو به افزایش است در همین صدت یعنی تمایل به دموکراسی مبتنی بر رای و آرای مردم بله بله اینها افزایش پیدا کرده و رو به فزونی است یعنی حالا میگوین بخت یا اقبال رو کرده به دموکراسی پس نظامی که کاربرد زیاد داره یا بهترین کاربرد در جهان داره همین جمهوری است که شما دارین میگین که بر مبتنی یا استوار بر آرای مردم مشارکت عمومی و عدالت است البته اگر قید مردم سالاری را هم در جمهوریت اضاف کنیم چون ما میتونیم نظام جمهوری داشته باشیم بدونی؟ که آه که مبتنی بر دیکتاتوری باشه مبتنی بر توتالیتریزم باشه و مبتنی بر دیموکراسی کم از کم سه نوع جمهوری را حالا جهان تجربه میکنه البته این را هم اضافه کنیم که وقتی ما صحبت از جمهوری میکنیم در واقع چیزی که به جمهوری معنا میده در اصل همان مردم سالاری هست که بعد از آن صحبت میکنیم ولی گونه دیگر هم ما نظام شاهی داریم که نباید آن را با دیکتاتوری و با توتالیتر عوضی بگیریم به این معنا که ما شاهی هم داریم در بعضی کشور مثل بریتانیا که روح شاهی جمهوری است در درون جمهوریت داره بله ولی ساختار ظاهری نظام شاهی است این هم برحال گونه دیگری از درست. جمهوری است که نامش یعنی در اسم جمهوری نیست, نیست. ولی در معنا جمهوری و در کار کرد و عمل کر جمهوری سپاسگزار آقای سجادی خوش آمدید شما هم به برنامه ساختار پس چیست؟ خب بسم الله الرحمن الرحیم بار سلام خدمت شما و بینندگان محترم آقای جناب استاد رفت آقای نظری بحث های سوال های که سوال که میپرسید عمدتاً های تخنیکی مربوط به علوم سیاسی است و فکر میکنم در نهایت با توجه به بحث هایی که امروز هم مطرح است در رابطه با ساختار سیاسی آینده کشور این بحث ها میتونه مفید باشد درست ببینید وقتی ما در بحث های جامعه شناسی سیاسی ساختار صحبت میکنیم میگیم که ساختار در واقع یک مجموعه از عناصر و اجزایی به هم پیوسته و مرتبط است که هر یکی از این اجزا وظایف خاص را انجام میده عین این ای تعریف رو ما در علوم سیاسی هم داریم که برای ساختار سیاسی وقتی به کار گرفته میشه منظور مجموعه اجزایی است که با همدیگر رابطه منطقی داره و هر کدام از اینها وظایف و کارکردهای خاص را انجام میده فانکشن ها و وظایف مشخصی را به عهده داره که اگر هر یکی از این اجزا او وظایف خودش با خوبی انجام ندهد کلیت ساختار دوچاری نابسامانی یا ناکامی میشه درست پس اینا کدام... ستون های هستند آقای که خانه ای به نام نظام را ساختن درسته در یک تعریف دیگر شاید اگر در سطح کلان ما در نظر بگیریم وقتی میگیم نظام سیاسی بله. اونجا هم عین قضیه رو ما داریم نظام سیاسی هم به گونه بیانگر نوع توزیع قدرت و تقسیم کار در بین اجزا و عناصر است که کلیت یک نظام رو تشکیل میده <متحدث> که گاهی از او به سیستم سیاسی هم تعریف میشه به همین لحاظ در علوم سیاسی عمدتا وقتی بحث نظام سیاسی یا ساختار سیاسی مطرح میشه در مورد انواع نظام سیاسی سوال قبلی که شما مطرح کردید و استاد توضیح دادن از ابعاد مختلف تقسیم بندی ها مطرح میشه عمدهترین یا رایشترین نوع تقسیم بندی در مورد نظام سیاسی یا علی. ساختار سیاسی که شما سوال کردید برمیگرده به توزیع قدرت و اینکه چه کسی قدرت رو اعمال میکنه مم. مونتسکیو یک از تقسیم بندی های بسیار روشنتری را نسبت به دیگران را می کنه البته خب افلاطون هم قبل از او با توجه به توزیع قدرت انواع نظام های سیاسی رو مطرح میکرد نظام اولیگارشی مم. نظام خدمتون عرض کنم که دموکراسی و نظام های دیگه ای که نام میبرد بر اساس ماهیت طبقات اجتماعی این ای تقسیم بندی مطرح میشد اما در بحث مونتسکیو یک بحث بس بسیار جالب کوتاه اشاره میکنم مونتسکیو میگه که ما سه نوع نظام سیاسی رو با توجه به سه نوع اراده که برای اعمال قدرت صورت میگیره میتونیم بیان بکنیم یا قدرت توسط یک فرد اعمال میشه این نظام نظام سلطنتی است با قطع نظر که سلطنتی مشروطه باشه یا, یا مطلقه باشه دلست. یا قدرت توسط یک طبقه اعمال میشه ای عمدتا در نظامهای مارکسیستی و فاشیستی هست که طبقه الا ای... یا به صورت شعاری طبقه کارگر و پرولتار دلست. یا حکومت را اعمال میکنه یا واقعا چنین هست طبقه حاکم هست یا نظام نظام جمهوری است که در اونجا مردم, مردم. قدرت رو اعمال میکنه و البته خوب امروزه بیشترین درست. طرفدار رو نظام جمهوریت داره که مردم دارن اصلی قدرت هست درست. و طبعا در درون ای باز این که مردم چگونه قدرت رو اعمال میکنه امروزه طبعا به صورت غیر مستقیم مردم قدرت رو درست. اعمال میکنه از طریق نمایندگان دو سه بار دو بار تقریبا یا گفتین آقای سجادی بین ساختار و نظام آیا میتوان نظام را در, در درون ساختار پیدا کرد یا یعنی نه خیر ساختار را در درون نظام باید ببینید عمدتا ساختار را در درون نظام باید پیدا کرد یعنی ساختار هست که بیان میکنه چی اجزا و عناصر نظام را تشکیل میدهد و هر یکی از این اجزا چی وظایف را انجام میده ما وقتی که ساختار, رو، ساختار سیاسی یک نظام رو در نظر میگیریم ساختار سیاسی در نظامهای جمهوری طبعا متفاوت است از ساختار سیاسی یا همون توزیع قدرت در نظامهای سلطنتی و مطلقه یا در نظامهای توتالیتریستی و این بیانگر همون ماهیت توزیع قدرت هست که ساختار او رو انعکاس میدهد درست سپاسگزار آقای سجادی بریم به امریکا از آقای شهرانی هم بپرسیم بعد دوباره میایم به استیدیو میپردازیم به پرسش ها از آقای پریانی آقای شهرانی خب نظام تعریف شد نظام های گونگون هم نام گرفته شد بعد رفتیم سراغ ساختار که چیست حالی اگر بپردازیم به یکی از این نظام ها جمهوریت یا جمهوری جمهوری چی است آقای شهرانی به نام خداوندی جان و خرد سلام به شما سلام به آقای استاد رفعت نظری پریانی دوست خوب ما آقای سجادی زیاد تشکر بحثی بسیار جالب و مهم و خوبی است ما پیش از اینکه که راجی به مسئله جمهوریت گپ بزنم اگر اجازه بتین یک دو کلمه راجی و ساختار و نظام هم بگویم چرا نه؟ از کلمات مفاهم ترجمه مفاهیمی است که از زبانهای دیگه گرفته شده تا حد زیادی خصوصا به ارتباط سیاست و فرهنگ سیاسی خودش چیزی مهمتر است که روی از او زیادتر صحبت شود به صورت عموم ام در انگلیسی از کلمه political institutions and political structure یا you know, political organization یه حرفا گفت میزنن که باقیده ما چیزی که بسیار مهم است institution است institution ممکن است که بهترین ترجمهش در فارسی ساختار بوده باشن ساختارا معمولا شکل ظاهری چیزها را مطرح نمی بلکه اساسات و اصول و ارزش‌هایی که تعریف استفاده از قدرت و روابط قدرته و اعمال قدرت تعیین می‌کند. در فرهنگ اینها ها اصلا ساختار ساختار است که البته به شکل بالاخره ظاهر میشه و اونمو نظام یا, یا شکل نظام یا را که میگیم در حقیقت او چیزی است که به اساس اون ارزش های ساختاری به اساس اصول و اساساتی استفاده مثبت و استفاده خوب از قدرت یا البته در بعض جواب اما شکل نظام و اصطلاح به میان میاره <میت> یعنی میگین آقای شهرانی که ما میتونیم نظام ها را در دنیا و در افغانستان یا هر جای دیگری به اساس ساختارش یا همون های درونیش بشناسیم که نظام بله. چگونه نظامی است بله این حال بگردیم به کلمه جمهوریت 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 دو اساسی بسیار عمده در تاریخی استفاده ازش در غرب وجود داشته یکی آم نقش اکثریت یا حق اکثریت برای اداره امور یک جامعه اما چون ترس از, از ای هست که اکثریت میتونه مطلق العنان باشه میتونه در برابر دیگرها ظلم و جبر و عدم عدالت چی بکنه از اون لحاظ رکن دومش قانونمندی ای اصطلاح تعیین حد و حدود قدرت توسط اکثریت است یعنی <متصفح> قانون اص... قانون جامعه در جمهوریت ها حتمی است و برای برای ای است که محد و اندازه معین قدرت در جامعه تعیین بکنه و, و هیچ استفاده از قدرت بر ضد اخلاقیات جامعه نبوده باشه یعنی <متصفح> بر ضد عدالت نبوده باشه قانون باید قانون به با عدالت بله. درست پس امید دو ای که شما به کار بردین یک عدالت دوم اخلاق هر دو تا مؤلفه های جمهوری یا جمهوریت هستند اقای شهرانی بیشتر بر بشماریم اساسات یا بنیادهای جمهوری یا جمهوریت را چی هستند خب گفتیم که اگر ما امی اصولی یعنی ام. بیان باز باز ارزش ها اصول هستن نه اگر اصول حکومت اکثریت بوده باشه و رکن دومش امی بوده باشه که حد و حدود قدرت اکثریت تعیین شوه از امو شما میتونین اشکال مختلف نظام ها را به میان بیارین که نظام جمهوریت شده بتانه و باز هم گفتیم که اون ارزش ها چی هست و قانونی که به اصطلاح او را تعریف کرده که حد و حدودی قدرتی افرادی که در وظیفه یا چی میگی مسئولیتی داره را بدست دارن چی هست او تعریف شده شما میتونین یک جمهوریتی دموکراتیک داشته باشین میتونین یک دموق... جمهوریتی داشته باشین مثل افغانستان که خود کامه مم. و هر چیزی را که در افغانستان ببینید یکی از مشکلاتی است که حد و حقوق قدرتی رئیس جمهور ایوازی از ای که محدود شود به حد اعظمی رسانده شد درست و درست. یکی از مشکلات جمهوری یا جمهوریت افغانستانی پنداشته میشه آقای شهرانی که پسانتر میپردازیم بهش خیلی ممنون دوباره میاییم با شما آقای پریانی خوب از دوره های بسیار دور اگر بگذریم وقت میگیره از دوره هایی که آقای سجادی یاد کردن دوره افلاتون و منتوسکیو و عرستو اینا یک نظر بندازیم به جمهوریت افغانی چگونه ارزیابی میکنین شما جمهوریت افغانستانی یا جمهوریت که ما در کشورمان داریم را؟ به نام خدا و سلام به جوز جناب استاد سجادی و استاد رفعت و دکتر صاحب شهرانی و تشکر از شما براندازی یک برنامه بسیار مهم که جای چنین مباحثی در رسانه افغانستان خالی است ببینین جمهوریت در افغانستان در حقیقت امر یک واکنش بود ما متاسفانه جمهوریت را بر بنیاد یک اراده علمی یک نیاز سیاسی زمان و بر اثر یک گفتگوی نظامند و دوامدار و ساختارمند در افغانستان به وجود ناوردیم و بر اثر یک تجربه های جسته و گریخته در دل از اداری هم حتی در تقسیم قدرت یا در توضیح قدرت در دل نظام های شاهی هم ما قدم های به سمت جمهوریت هم بر نداشته بودیم چیز یک دوره ما تجربه دموکراسی را در دوران شاهی مرحوم ظاهرشاه داریم که خب او در جای خودش یعنی جمهوریت ما بر اثر یک نوع اختلاف درون خانوادگی شکل گرفته و این جمهوریت که در افغانستان با وجود آمده جمهوریت داوود خان است که تاکنون در لباس های مختلف بطن افغانستان شده بنابراین چون خود نظام جمهوری ما متکی و مبتنی بر استوانه های علمی و فکری نبوده و فقط بر اثر یک تصادم منافع و روی روی سیاست مداران و نزاع خانوادگی یک کودتا شکل میگیره در برابر نظام شاهی و کسی که قدرت را از پسر کاکای خودش میگیره فقط زیر اعلام حضور جمهوریت به امو رویه های ادامه می که در واقع نظام شاهی داشت ادامه میداد داد بنابراین ما فقط شکل از یک نظام متفاوت در اسم دیدیم و تا کنون هم که می بینیم در جمهوریت خود ما روح قدرت و جسد قدرت به اصطلاح اما روح شاهی است و جسد قدرت هم جسد شاهی است یعنی اگر شما به قانون اساسی جمهوریت پالایش یافته و تجربه شده امروز ما هم نگاه بکنین میبینین که ساختار و نگاه به رئیس جمهور نگاه به صلاحیت های رئیس جمهور نشان میده که ما در یک یک را میاریم و او لباس جمهوریت هم می پوشانیم وقتی که در, در رفتار از لحاظ رفتار شناسی جمهوریت ها وقتی که بر رفتار رئیس جمهور نگاه بکنیم اگر دو تا مدل قرار بتیم مدل امروزی خود ما را آقایان کرزی و غنی را که در عصر دموکراسی ما با حضور جامعه جهانی دارن رفتار خودشان را به تاریخ واگذار کردن در اینجا هم ما بینیم که عین کنش های در واقع شاهی در رفتار دو طرف والا با تفاوت‌های های در رفتار آقای غنی درست. بیشتر وجود دارد توی که ما ببینیم که چقدر و, مشکل در ساختار بوده آقای پریانی یا خیر در اصل اصل خوب همون جمهوریت است یا جمهوری است که فکر میکنین او هم مشکل داشته یا نه خیر چون پذیرفته شده و قبول دبینیم. شده نظامی نظام چی به شکل یک کودتا چی به شکل یک تصادف چی به شکل یک تعامل بله. تغییر کرده ام. اما اصل مشکل در فرهنگ سیاسی و فرهنگ اشخاص است چون قدرت به عنوان یک مفهوم بسیار وحشی در افغانستان شناخته شده و تا کنون تجربه های مدرن هم نتانسته قدرت اهلی بسازه در حالی که در غرب قدرت اهلی شده یک نمونی از وحشیگریش ما فقط در دوران ترامپ پس از سالها در امریکا مشاهده میکنیم اما در افغانستان از یک طرف چون فرهنگ مسلط سیاسی فرهنگ استبدادی است جمهوری از هم استبدادی شده و عناصر دیگی که در واقع قدرت میخوای تحویل بته این هم بسیار ارتباط داره با این که در چه نوع فرهنگی و در چه نوع جامعه سیلان میکنن و شخصیت سیاست مداره که به قدرت میرسه چه زایقی از تعمیق قدرت میچشه او بسیار زایقی خودش میتونه شما اگر در یک جامعه بباشی نویرون بگویم در یک جامعه اگر فرض کنین امریکا شما امی اکنون اونجا برین و بگوین که نظام شاهی است کمیالی هم در امریکا شما اونجا در ادبیات اصلی شما چیزی را به نام جمهوریت در امریکا ندارین اونجا یک ساختار از اتحاد ایالت هایی است که یک تا رئیس در رأسش داره یعنی خود واژه جمهوریت را شما در قاموس ادبی سیاست آمریکا نمیتونین پیدا بکنین اما فضای دموکراتی دموکراسی و روند دموکراتیک اگر اونجا شاهی هم باشه را با وضعیت موجود جمهوری میتونه تمثیل کنه دارش. اگر اینجا ما با توجه به فضای استبدادی که داریم و اشخاصی که ذهن بسیار مرتجانه و سخت افزارانه و مقید به مسئله قدرت و ناموسی پنداشتن قدرت دارن اگر ما اینجا هر اسمی را بگذاریم تا زمانی که فرهنگ سیاسی و اشخاص تغییر نکنند هر نوع نظام و ساختاری را که ما بیاریم امکان رفتنش به سمت استبداد استبداد می داشته آقای رفعت افغانستان با قول بسیاری ها سه تا جمهوریت را تجربه کرده یا پشت سر گذاشته که داود خان جمهوریت سوسیالیستی میگن بعد جمهوریت فعلی که ما داریم حال تجربه میکنیم این جمهوریت ها به راستی جمهوریت بودن یا یعنی نه خیر نام جمهوریت را گرفتن و در ساختار مشکل داشتن در اصل بله جمهوریت بوده ولی عرفی که چینو نو جمهوریت جمهوری محمد داود چون تو اراده برمگشت میگاش به شخص میشه گفت که جمهوری دیکتاتوری بوده <applause> یعنی ساختارهای رابطه قدرت بر مبنای رای مردم چی مستقیم و چی غیر مستقیم تعریف نشد جمهوری دموکراتیک خلق افغانستان میشه از آن به دلیل این که تکیزبی بود توسط یک حزب اداره شد سایر حزب اجازه فعالیت نداشتن مطبوعات آزاد مم. نبود که اینها از ویژگی های جمهوری دیموکراتیک می باشه البته برای یک مدت کوتاهی در دوره دکتر نجیب الله اگر استثناء قرار بدن که به صورت محدود مطبوعات بعضی دارم. از روزنامه های نیمه مخالف اجازه فعالیت پیدا کردند و حزبای سیاسی نیمه مخالف اجازه فعالیت پیدا کرد که حالا اگر این استثنا را نادیده بگیرید در کل میشه باید بگویند که جمهوری توتالیتر بود چون توسط حزب باید اما حالا با این نکته موافق نیست که گفته شود که جمهوری در افغانستان مبناهای علمی نداشت و حرفای این بوده و واکنش... ببینین یک پدیده به هر دلیل زارشه علت ظهور پدیده مورد بس نیست بس است که آیا پذیرش پیدا میکنه یا نه حالا ما جمهوری دموکراتیک داریم که البته دموکراتیک با اعتیاد مطرح میکنه که بعد روش بس میکنه به خاطر پسوند جمهوری اسلامی بدانش این جمهوری مورد پذیرش بوده در زمان داوود خان جمهوری اگر به گونه امروز می بود پذیرش داشت البته شاید فرصت نشه زیاد بحث بله. کنه حالا بعد فرض کنه این جمهوری کنونی ما با اثر همکاری جامعه جهانی به وجود آمد بله. این بحث نیست بحث این است که آیا استقبال شد یا نه استقبال چی اجازه بده این را ساده سازی کنیم صحیح صح. آمدیم گفتیم که رئیس جمهور با رای مستقیم مردم انتخاب بشه آیا مردم پذیرفت دیره ایره قبول کرد استقبال کرد میگویم بله خب گفتن درست گفتیم سه تا قوه داشته باشیم با افز تفکیک قوه خب جامعه نه نگفته گفته انتخابات های گوناگون داشتیم از شورای ولایتی تا شهرولی ها ولیس تا پارلمانی نه مردم نه نگفته که مردم منتظر است که چه وقت انتخابات های شورای ولسوالی و شهرداری اینا برگذاشت پس میبینیم مهمی است که این آگاهی سیاسی در جامعه ایجاد شده که ای را بپذیره بنابراین این یک روند منطقی است برای افغانستان اما دو چیز با هم خلط شده ببینید یکی این که ساختار در افغانستان دموکراتیک هست یا نه یکی این است که عمل کرده سیاسی دموکراتیک است یا نه این دو تا چیزای گوناگونی است اول ساختار درست اول ساختار ساختار فعلی افغانستان دموکراتیک است یا نه دموکراتیک قطعا هست چون که بر مبنای اراده مردم هست ساختارها یا با رای مستقیم یا با رای غیر مستقیم طبع. قدرت اعمال میشه نه طریق انتخابات اما در دیموکراتیک بودن اینجا باز بحث هست میزان دیموکراتیک بودن ببینید نظام ما نظام نیمه ریاستی هست چرا نیمه ریاستی؟ چون وزیرا توسط رئیس جمهور پیشنهاد میشه و توسط پارلمان رایتمن. رای میگیره و توسط پارلمان هم میتونه که به هر حال اینا سلب صلاحیت بشه یعنی رئیس جمهور قدرت مطلق نیست نیم ریاستی یک جا قدرت به دست پارلمان هست. در جای دیگری هم به دست رئیس جمهور است البته ما یک مقدار صلاحیت های هست که در چارچوب و همین نظام ریاستی یعنی نظامی داره پارلمان ریاستی است ما میتونیم که از رئیس جمهور از هیتی صلاحیتش کم کنه بتوان سو در ساختارهای دیگر اضافه کنیم البته در همین نظر امکانش هست شوات. در ساختار که دموکراتی و مردم سالارتر شود آقای سجادی خب حرف از ساختار به میان آمد فکر کنم بسیار مهم هم هست ساختار در افغانستان که مردم سالار یا دموکراتیک است یا نیست مشکل داره یا نداره ولی پیش از او دو تا سوال کوتاه آیا دموکراسی جمهوری است یا جمهوریت است خب ببینید جمهوری یک نام است و این نام میتونه فاقد محتوای لازم باشه اصلا جمهور یعنی مردم بنابراین جایی که مردم مطرح است جمهوریت مساوی با دموکراسی میشه در معنای واقعی کلمه اما خیلی موارد این نام میانتوهی است با در واقع واقعیت امر با اون نامی که وجود داره سازگاری نداره شما بس قبلی رو مطرح کردید من فکر کنم چهار پنج تا فاکتور یا شاخص بسیار جدی در جمهوریت وجود داره ام. که با این تعریفی که بنده میکنم جمهوری میشه مردم سالاری یا دموکراسی بفرمایید اولین اصل یا اولین شاخص اصل حاکمیت اراده مردم هست ام. به جای اراده شخص به جای اراده طبقه به جای اراده یک حزب اراده مردم توده مردم جمهور رای و اینا میایم می خدمت شما یک دومین اصل حاکمیت قانون است در جمهوریت یا در دموکراسی هیچ مورد اعمال قدرت صورت نمیگیره مگر بر مبنای قانون سه سومین اصل در واقع تفکیک قوا هست توزیع قدرت قدرت در یک جای متمرکز نیست در نهادهای مختلف تقسیم میشه و این نهادها همدیگر را کنترل میکنه نظارت میکنه مم. که از مطلقه شدن قدرت و رفتن به سمت استبداد, استبداد. جلوگیری به عمل بیاره چهارمین شاخص و اصل مکانیزم انتقال قانونی قدرت هست که توسط انتخابات صورت میگیره این در هر نظام جمهوری به معنای واقعی بحث قبلی که شما مطرح کردید اگر این چهار شاخص وجود نداشته باشه باشا. نمیشه گفت جمهوری واقعی اونجا وجود داره جمهوری داوود خان جمهوری دموکراتیک خلق اونجا که شما میبینید دلی. بحث جمهور مطرح نیست اراده شخص, شخص یا اراده حزب حاکم مطرح است اما در جمهوری اسلامی افغانستان اینجا به لحاظ قانونی پایه های خوبی برای تمثیل نظام جمهوریت یا مردم سالاری تعریف شده و تعبیه شده درست. اما این که آیا در عمل ما بله. اوتانیستیم یا نه او بحثی جداست آیا, آیا دموکراسی هم وزن با جمهوری یا جمهوریت هست یا نه؟ کردم وقتی شما میگید نظام جمهوری یعنی نظامی که مردم تصمیم گیرند است دموکراسی ساده ترین معنا و تعریفش یه حکومت مردم توسط مردم برای مردم رای و انتخابات طبعا کجای... اصل اساسی نظام دموکراسی و نظام جمهوری رای و انتخابات است رأی بله. رای مردم بله. که از طریق انتخابات منتقل میشه و تمثیل میشه درست و جایی که انتخابات وجود نداشته باشه عملا جمهوریت و دموکراسی با انسداد و امتناع رو بروست معنای نداره پس جمهوری تنها رای و رای دادن و انتخابات نیست نخیر یکی از فاکتورهای های و رأي 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 این ما بعد تنها با دموکراسی ر... میرسیم ببینید من میخوام می ترس کنم که آنگاه که بحث حکومت مردم بله. برای مردم, بردام. و توسط مردم مطرح میشه یعنی اینکه دارندگان اصلی قدرت مردم است یعنی اینکه مردم در چوکات قانون حکومت را تمثیل میکنه اراده خود را اعمال میکنه و دارندگان قدرت به نیابت از مردم در واقع عمل به از مردم عمل میکنه و یعنی اینکه این اعمال قدرت در راستای منافع جمعی مردم صورت میگیره صحیح. این که باز با چی معیار و شاخص ما تعریف میکنیم و ارزیابی میکنیم که آیا واقعا قدرت بر در راستای منافع مردم بوده یا نبوده صحیح. در اونجا هم قضاوت افکار عمومی و مردم مدار اعتبار است دره. اگر اکثریت مردم از نظام موجود برای خود حمایت کرد معنایش اینه که نظام موجود را و حکومت را در راستای منافع خود می‌بیند اما اگر مردم با برای خود رد میکنه مخالفت میکنه با حکومت موجود مثل که ترامپ را به رأی منفی دادن یعنی اینکه او را در راستای منافع خود نمی‌بیند از مردم. رأی و انتخابات و اراده مردم شروع میشه ما میرسیم به دموکراسی بعد با دموکراسی میریم به جمهوری یا جمهوریت خب ببینید حالا اگر بخوای خیلی بحث دختر بکنیم شاید مجال اینجا نباشه حداقل با فاکتوری مردم سالاری و حاکمیت رأی مردم نظام جمهوری به معنای واقعی بودموکراسی به یک نقطه میرسه خب به یک نقطه میرسه درست بحث ساختار ساختار سیاسی افغانستان آیا مؤلفه های اصلی جمهوری یا جمهوریت را داره یا نداره اخوی سجادی مشکل بسیاری ها میگه که در ساختار سیاسی افغانستان است نه در اصل و در چتر ببینید شما چی باور دارید ببینید هیچ ساختار سیاسی کامل و مانع و جامعه امروزه وجود نداره ام. هر ساختار سیاسی نواقص و کاستی هایی داره و مزیت ها و خوبی هایی داره بیز بحث کمی بس تر مطرح شود. وقتی بحث نقد ساختار نظام سیاسی موجود به میان می آیا، ما از دو زاویه را نقد کرده تانیم. یکی از زاویه در واقع مبانی قانونی نظامی که ما ساختیم که قانون اساسی افغانستانه. یکی از منظر بیرونی عملکرد که فعلا به او کار نداریم. در بحث درونی یا بحث مبانی تیوریک و نظری ساختار سیاسی موجود، برحال بس این گونه مطرح میشه که آیا نظام سیاسی موجود به اندازه کافی به مسئله توزیع قدرت و مشارکت عادلانه بله. عمومی پرداخته یا نپرداخته یا انحصار را بیشتر, بیشتر پرورش داده تحلیل این است که ما مشکل را بیشتر در قانون نمیتونیم جستجو بکنیم خوب. مشکل در نبودی فرهنگ قانونگرایی و حاکمیت قانون است ولی متمرکز بودن این ببینید کنم. یکی از امین نواقص نیست ببینید بس, ببینید بس تمرکز قدرت بله. تمرکز قدرت دو معنا میتونه داشته باشه بله. تمرکز قدرت به معنای منفی این است که قدرت در یک جا جمع شده در اراده یک شخص یک قرار شخص گرفته این همون نگاه منفی است اما گاهی تمرکز قدرت به معنای این است که ما نظام متمرکز را در برابر نظام فدرالیستی یا نظامی که در او توزیع قدرت بیشتر هست مقایسه میکنیم ما ببینیم در افغانستان مشکلی کار در کجاست وقتی فرهنگ سیاسی ما ها قانون گریزی هست مم. وقت ما همه دوست داریم سیاست را ملک شخصی خود بدانیم و بجای قانون اراده خود را حاکم بسازیم چه نظام شما نظام ریاستی باشه چه نظام شما نظام پارلمانی باشه مشکل شما همچنان باقی خواهد بود مم. ما تا زمانی که صحیح. از فرهنگ سیاسی سنتی و قبیلهی عبور نکنیم ما این مشکل رو خواهیم داشت درست. و یکی از معلف های فرهنگ سیاسی سنتی و قبیله ای امو حاکمیت اراده شخص درست. به جای حاکمیت قانون پس تمرکز گرایی که در قانون اساسی هم ذکر شده مشکل اصلی و بنیادی شما میگین نیست ما تمرکزگرایی گرایی در قانون اساسی نمیبینیم بودن نه خیلی جدی ما در قانون اساسی موجود مگر گرایی نمیبینیم در قانون در در جمهوری و جمهوری یک نمونه کنم در قانون اساسی موجود حاکمیت رای مردم را پذیرفتیم در قانون اساسی موجود تقسیم قوا رو پذیرفتیم اما آیا او اختیارات ها در انحصار ارگ و کابل میتونه ارزمیکنم باز در حال حاضر شما اینجا بیایید یک نقطه که آیا در همین مقداری هم که تقسیم قدرت رو پذیرفتیم آیا تقسیم قدرت و احترام مگذاریم؟ این بحث جداست بله این بسیار مهم است این نمیپذیریم منظور این نمی پذیریم. من که همین جایی که ما تقسیم قدرت در همین رو... عدم, عدم در همین حد ما نمیپذیریم حالا شما میگید که بس ولایات رو بیایم چه رقمی علم میکنیم درست. اصلا نه. این نگاه وقتی نگاه شخصی به قدرت هست درست. وقتی اراده خود رو میخوایم به جای قانون اعمال بکنیم شما مشکل دارید با یک چنین فرهنگ سیاسی بنابر این فرهنگ سیاسی باید تغییر پیدا بکنه که در افراد بتونه تغییر و در جامعه گذاشتن و در رأس قدرت باید تغییر سپاسگزار آقای شهرانی امین مسئله از شما بحث ساختار سیاسی افغانستان موافق هستین با آقای سجادی که بسیار مشکل نداره بحث متمرکز بودن و غیر متمرکز بودن و اینا و اگر در اول شما هم به دموکراسی و جمهوری یا جمهوریت بپردازین چی هست این دوتا؟ با قسمتی از گفتار آقای سجادی من موافق نیستم بلخصوص در که قانونی اساسی فعلی افغانستان مشکلی نداره ولی از اینکه که تقسیم یا تفکیک قوا وجود داره و انتخابات و اصطلاح جزی موضوعات است او چیزی را که ما در قانون اساسی فعلی خصوصا در بخش اداریش و یک مشکل بسیار کلانی عدم دموکراسی و سو استفاده از قدرت میدانم همین است که در کافی نیست که ما فقط انتخابی رئیس جمهور را بکنیم یا او کلا ما باید در اداره کشور مردم هم حق داشته باشند که یا انتخاب بکنن یا استخدام بکنن که خدمتگارای اونا در دولت کی باشد با تاسف در قانون اساسی فعلی افغانستان اصلی مقرری به حیثی یک حق برای رئیس جمهور داده شده که بیشترین و مهمترین افراد در اداره حکومت چی در سطح مرکز و چی در ولایات چی در رول سوالی ها به دست خود دارن اه. و امی میشه که به یک منبعی عدم دموکراسی برای یعنی ازی که این فرد میتونه ازی به اساسی افراد و اصطلاع تعیین شده تعیینات به اساسی اعضای فامیل بکنه به اساسی خیش قوم بکنه به اساسی دوست و بالاخره بفروشه یک قیمت بگذاره بالای کارهای مختلف در, در جامعه این اصلا اساسی, اساسی مشکلی دموکراسی افغانستان اینمی حق تعیینات است باید که ما یا انتخاب بکنیم پوستای سیاسی را در تمام کشور در تمام سطو و دومی که ما باید حق استخدام و دوائر که مسلکی هستن برای اونا بتیم که تعیین بکنن که کی انتخاب بکنن اگر ما مردم در مناطق مختلف حقی داشته باشند که کماندان خود استخدام بکنن قاضی خود انتخاب بکنن رئیس معارف خود انتخاب بکنن هر چیز دیگه در سطح مختلف اونا باز میتونن خدمتگار مردم بوده باشن وقتی که اینا تعیین میشن مقرر میشن از کابل فرستاده میشن اونا دیگه کدام مسئولیتی در برابر مردم ندارن اونا مسئولیتشون در برابر حکومتی است کسی که اونا را اونجا روان کرد ما مشکل اساسی ما در افغانستان اصلا از لحاظ قانونی وقتی که ما تمرکز قدرت میگیم سهید. روی اینمی اصلی تقرر است این را ما باید از بین ببریم درست تشکر آقای پریانی امی جمهوریتی که در افغانستان داریم حالا یا... نیمه جان است یا مکمل هر چیزی که است اسمش خب هیچ کسی در اصل مشکل نداره با جمهوریت در درون جمهوریت با مؤلفه ها انتقاد ها و سر و صدا های هست آیا پاسخگوی جمهوریت خب میگن نیست یک نظام خوبی شمی میست که پاسخگوی نیازهای جامعه باشه نیازهای توسعه ای باشه نیازهای مردم باشه رفاه بیاره و اینا بوده در افغانستان یا یعنی نه اگر نبوده که شاید موافق باشین که نبوده چرا ببینید نمور که ما در اول مطرح کردم و بله هم پیشتر دکتر سب سجدی روی نکات به شکل تمرکز کردن ما تا زمانی که ما در قدم اول فرهنگ سیاسی را توسعه نتیم و ایر متحول نکنیم مم. هر نظامی که به دست افراد بیمار جامعه ما متاسفانه سیاست مداران بیمار ما که نگاهشان به قدرت یک نگاه بسیار وحشتناک است بیفته و روند بیمار میشه درست. یک مورد مورد دومی است که ما در گذشته جمهوریت فقط در اسم ها داشتیم که تفکیکش از شاهی شوه یا منطقی امو تحویل و تحول نظام با وجود بیایه شما مثلا اگر ما به استبدادی ترین نظام شاهی افغانستان نگاه بکنیم و بعد نگاهی یعنی به دوره کمونیستی بیاندازیم میبینیم که جمهوریت های دوره های پس از داود خان استبدادی تر و تر وحشتناکتر از وحشتناکترین مرحله نظام شاهی افغانستان بوده یعنی اونم نتونسته به تنهایی کاری بکنه یا حالا در دوران مدرن ما که ما می میبینیم مثلا گاهی بین عمل کرده یک کسی که از موقف امارت خاص اقدامات رو انجام بوده تا عمل کرده یک کسی که از موقف جمهوریت میخواد اقدامات رو انجام بوده اصلا گاهی نمیتونین تفکیک قائل شویم صحیح در جامعه در جامعه سیاسی افغانستان نقش تحول ذهنی افراد و نقش تحول ذهنی جامعه بسیار مهم است. در کنار یزیکی قانون اساسی ما که متضمن جمهوریت موجود هست در ساختار خودش به معنای تعمین بخشنده مفهوم جمهوریت مورد نظر جمهوریت نیست یعنی ما در شرایط کنونی نظام جمهوری را داریم بدون جمهوریت ای واقعیت یعنی ماست به این معنا که او مولفه که جمهوریت را معنا می بخشه در عمل دیده نمیشه در حالی که تا حدی در قانون وجود داره در نظام که در جمهوریت وجود داره جمهوریت میتونه باشه فکر نمی کنین این بحث جداست ولی آیا یک نظام زیر نام جمهوری یا جمهوریت پاسخگوی نیازهای اینمی جامعه یا اینمی شهروندای افغانستان است یا نیست یک تطبیق میشه یا نه یا شده ببینید. یا نشده او شاید بحث جدا باشه ببینین از منظر ساختار قانون بله. قانونی اساسی نظامی را که ما داریم خب به اون که گفتن این هیچ وقت به سینی از دسترت زده نشده و استقبال شده مردم نظام جمهوری استقبال میکنن صحیح. و نیازمندی های افغانستان هم اینو برمیتابه اما نکته اساسی است که در این ساختار بله. چون در آغاز در لوی جرگه قانون اساسی کسایی که آمده بودند برای افغانستان نظام جمهوری را می ساختن و می اینا نظام افغانستان به قد و اندام خودشان ساخته بودن نه به قد و اندام مردم افغانستان و نیازمندی یک افغانستان مدرن صحیح. بنابراین جمهوریت ما بیمار از آب در آمده پس ما مشکل در تطبیق جمهوری یا جمهوریت داریم و اندکی هم در قانونگذاری و قانون در ساختار, ساختار. نظامی که برای ساختار ما در, در جمهوریت جمهوری سپاس گذار آقای رفعت آیا سیستم ریاستی در جمهوری یا جمهوریت پاسخگو است یک گزینه مناسب است یا نخیر چون گزینه های دیگری هم داریم پارلمانی و فدرالی و اینو البته یک برنامه ویژه میخواهد کالبوچگافی ریاستی در این فرصت کم نمیشه باز کن خاطر این که نظام ریاستی البته نظام ما نیمه ریاستی نیمه ریاستی یعنی نظامی متمایل به پارلمانی هست هم غصنهای خود را داره هم عیبهای خود را حداقل حالا حسناش این هست که قوی مقنن مجریه در دست قوی مقننه نیست. یعنی مستقل هست مسئله دیگر این هست که رئیس جمهور این توانایی را داره و این صلاحیت را داره که سریتر عمل کنه مسئله دیگر این است که پایداری سیاسی در نظام ریاستی و نیمه ریاستی بیشتر از از پایداری در نظام پارلمانی آره. به این معنا که گاه اتفاق میفته که در, در, نظام پارلمانی اول اینکه که در نظام پارلمانی رئیس اجرایی در درون پارلمان انتخاب میشه پس قوه اجرایی در اختیار قوه تو نه قرار میگیره مسئله دیگه این است که گای بس که یک حزب نتون اکثریت به دست بیاره ائتلافی باشه به صورت معمول بیشتر اطلافی پیش می این شکنند است یعنی این است که نخست وزیر به طور مثال که از پارلمان رای اعتماد می گیره گاه ماها به طول میکشه کشمکش ایجاد میشه توافق بین حزب و این اما اما و این در واقع شکنندگی سیاسی که در شارکت چقدر در سیستم ریاستی که ارزش جمهوری یا جمهوریت است درست رعایت میشه یا پاسخگو بودن مثلا مردم آیا میتونن هر شش ماه یا یک ماه بعد از رئیس جمهور امیالی پرسان بکنن مورد پاسخگوی قرارش بتن خب این نکته مهمه یعنی ما به موضع این که این در, در, در پارلمان سریتر میتونن که نخست وزیر از کار بر کنار صحیح. بله یعنی این بیشتر نخست وزیر تمکی... مجبور میشه تمکین کنه به خواست مردم حالا میگیم به خواست پارلمان که حالا مردم سای. اما خطر این با چیز سیوای هم داره حرف به این سادگی نیست اینجا یک نکته ظریفی است وقتی نخصوزی توسط پارلمان انتخاب بشه پارلمانی ها هم میرن از نخصوزی انتظار اخوازی های سیاسی ده. یعنی دست به اخوازی های سیاسی میزنن درست. به طور مثال میگوین که فلان کس فساد میگه برای چیزی نگو اگر نه ما از اطلاف میبره یا می هر دو پس هم خوبی دارن بله اما با برای افغانستان حتی برای کشورهای پارلمانی شما بیشتر آسیب های پارلمانی بیشتر شما در حالا دیدین که بیشتر از یک سال بدون صدر اعظم ماند خب سایر ساختارات چون اینجا محکم است آسیبش کنه ولی در افغانستان شما در نظر بگیرین که رئیس اجراییه شش ماه یک سال نتون انتخاب سبست بشه با چی میشه با در این پارلمانی که در افغانستان چون سطح تخصص و دانایی اینها دوست. هم کم هست که با پارلمان را پیدا میکنن شما نگاه کنید که وزیرا از پارلمان انتخاب میشه شو. و این مشکل زیاد میکنه و کم. ولی یک نکته هم به جناب آقای شهرانی یادآوری کنم که برای رفع دغدغه که در افغانستان یک شوی کاری ترایی شده کمیسیون اصلاحات اداری و ملکی مم. که با به دست رئیس جمهور نیست غیر از مقرری سیاسی این به اثر رقابت دشتر. آزاد است حالا میپذیرین که در کمیسیون شاید که ضعفی هست درست. ولی همین کمیسیون هم بینید که در این چهار پنج سال اخیر خیلی شفافتر شده نسبت به گذشته پس این, این, ساختار در نظر گرفته شده صحیح. برای رفع همان دقدقه که رئیس جمهور فردی نباشه که به ای ترتیب خود و ولایت ها هم حاکم هستن خاطر که اونا هم در رقابت میتونن شریک شد. سجادی در جمهوری یا جمهوریت باورایی است که سیستم یا ساختار فدرال یک گزینه ایدئال است غیر ایدئالش غیر متمرکز بودن باور شما چیست ببینید یک نکته رو ما باید توجه بکنیم مفاهیمی که ما بحث میکنیم دموکراسی توزیع قدرت تمرکزگرایی همه اینا مفاهیم نسبی است در علوم اجتماعی و علوم سیاسی چیزی مطلق مفاهیم مطلق وجود نداره دموکراسی مطلق در هیچ جای دنیا وجود نیست. نداره استاد شهرانی حال اشاره کردن در امریکا هم در فرانسه که مهد جمهوریت هم هست هنوز نواقص وجود داره تمام مردم به معنای واقعی در تصمیم گیری ها در ازل و نصب ها و استخدام ها و گزینش سیاسی دخالت ندارن ببینید آ... یک جمله معترضه اجازه است که تایید فرمودی آقای سجادی امروز دموکراسی فقط نسخه هست که از ناگزیری به شرط پذیرفته که به نسخه بهتر از این هنوز دست نفته ولی خود این دموکراسی بیشترین منتقدای خود در غرب داره فقط در تلاش اینن که نسخه جای بهتر اگر بیاد به با همین دلیل ما امروز های مختلف دموکراسی رو داریم ام. یک نویسنده غربی کس به نام دیوید هیلدا مدل های دموکراسی رو وقتی برمی شماره حداقل 8 مدل رو مطرح میکنه خب از این بحث بگذاریم من میخوایم میرست کنم دموکراسی درجات مختلف داره حاکمیت مردم صحیح و میزان تطبیق حاکمیت مردم در هر جامعه به میزان ظرفیت و فرهنگ سیاسی جامعه مربوط میشه صحیح دموکراسی رو ما کالای تلقی نکنیم که از یک جایی بگیریم به جان یک جامعه و مردم بدیم بگیم ما شدیم دموکرات تغییر باید در باورها و افکار به وجود بیاید آدمی ذاتا تمایل به قدرت داره همه میخوای اراده خود را اعمال بکنه ای که ما تمرین بکنیم رئیس جمهور ما وکیل ما وزیر ما تمرین بکنیم که اعمال قدرت در چوکات قانون صورت بگیره درست. این نقطه نقطه بسیار مهمه این در بس که شما مطرح میکنید من فکر میکنم تا زمانی که ما تحول در فرهنگ سیاسی سیاستمداران را شاهد نباشیم با تعریف ساختار توزیع قدرت ما به توزیع قدرت عادلانه نمیرسیم تا پرسش کوتاه چون فرصت بسیار اندک داریم آقای سجادی خب از تطبیق ارزش های جمهوری جمهوریت در این بحث کم از کم میگذاریم چون فرصت نیست روزی که آقای سالی در لوی جرگه از رای مردم دفاع میکرد و فریاد میزد نصف کابل برق نداشت تطبیقش باشه سر جاش ولی آیا شما نظامی را سراغ دارین یا میشه بریم سراغش که در رو ارزش های یا فرهنگی یا تنوع فرهنگی سیاسی دینی مذهبی افغانستان را مدیریت بکنیم و ازش حمایت و پشتیبانی بکنیم من فکر می‌کنم غیر از جمهوریت با توجه به تجربیات که تا هنوز داریم و دنیا به او رسیده و صاحب نظران و علم سیاست به او رسیده با تمام نقایی که بر دموکراسی و جمهوریت وارد هست هنوز هم یکی از بهترین نوع مدیریت سیاسی و رهبری سیاسی در جهان امروز محسوب میشه یعنی ما رای نداریم برای در نهایت تصمیم گیری جز این که تن بدهیم به نظر اکثریت وقتی بحث نظر اکثریت مطرح میشه شما برمیگردید به دموکراسی و جمهوریت اما این نکته رو من میخوایم تاکید بکنم که جمهوریت زمانی از مشروعیت سیاسی در جامعه برخوردار خواهد بود که کارآمدی داشته باشه یعنی پاسخگوی نیازمندی‌های های مردم تامین امنیت ارائه خدمات و تامین بالاخره بحث است و برمیگرده هوایی یا کسایی این, این نکته رو شما که قبلا یک بحث رو فلسفه سیاسی مطرح میکرد میگفت مشروعیت سیاسی غیر از مقبولیت ها. اما امروزه میگه که نه اساسا یکی از سرچشمه های مشروعیت سیاسی کارآمدی نظام سیاسی است سبازدار. نظامی که کارآمد نباشه مشروعیت خودش از دست میده آقای شهرانی کوتا لطفا آیا به غیر از جمهوریت میتونیم در نظام دیگری ارزش های اسلامی را بهتر ازش حمایت کنیم پاسداری بکنیم و پاس بداریم یا تطبیق بکنیم کم چرا نه چرا نه نام بگیرید درست اشکال رژیم ها اصلا مهم نیست من بازم گفتم اما ارزش های اساسی ره که اونا اساسی اعمال خود قرار میتن او مهمتر است شما میتونین دموکراسی در حکومت های شاهی داشته باشین حتی شاهی اسلامی داشته باشین یا جمهوری داشته باشین یا هر نامی دیگه که میگذارین نام ها مهم نیست مشکل ما در افغانستانی هست که ما دموکراسی را ادعا داریم داریم و کم ارزش هم قبول کردیم اما هیچ دموکرات نداریم ما باید از فرهنگ فرد میهوری تا وقتی که فرهنگی اساسی سیاسی ما فرد بوده باشه و ارزش میهور نش... نبوده باشه و اصاس... به با اساسات عقیدت نداشته باشن و با او عمل نکنن ما هیچ نمیتونیم امیدواری زیر داشته باشیم که دموکراسی در کشور به میان بیاید اصلا ای که نامش جمهوری است یا شایست یا هر چیز دیگه مهم نیست اصل است که آیا مردم حق اداره اموری اجتماعی و سیاسی و اقتصادی خود خودشان به دست خود دارن یا ای که سپاردن به یک تعداد کسایی که به نام سوء استفاده از همه قدرت میکنن که در افغانستان هست مشکل ما است که ما در افغانستان اما ارزش‌های اساسی رکیبای ولی آقای باید... شهرانی سوالی ما ای بود که مثلا اگر اگر چند تا نظام نام بگیریم نظام اماراتی سلطنتی و غیره آیا ما ارزش های اسلامی را در این گونه نظام ها میتونیم بیشتر حفاظت بکنیم و نگه داریم یا نخیر در یک نظام بی‌طرف یک نظامی که یک نظامی که او عقیدتمند به ارزش های اسلامی بوده باشه آه. و به با اساس از او عمل بکنه سه. مشکل ما در این نیست که ما ارزش های سالم در دین خود و در جامعه خود نداریم داریم اما هیچ کس به او عمل نمیکنه کنه اما بازم ما گفتم ما دموکراسی بدون دموکرات ممکن نیست اسلامیت بدون مسلمانی واقعی سه. وجود نداره به نظامی که اصلا مطرح نیست ممنون از هر چهار مهمان در برنامه امشب و از شماهایی که ما را دنبال کردید تا پایان برنامه وقتتان بخیر خدا نگهدار